روز گذشته محمود احمدی نژاد هم در همایش قوه قضاییه با حضور سران دیگر قوا و هم در جلسه رأی اعتماد وزیر راه و شهرسازی غایب بود. این غیبت 5 روز پس از آن صورت گرفت که حضور رئیس دولت در جلسه رأی اعتماد وزیر ورزش و جوانان به نوشته نشریات محافظه‌کار با برخورد به شدت سرد و توهین‌آمیز نمایندگان مواجه شد. در ارتباط با دلایل احتمالی غیبت آقای احمدی نژاد در جلسات حکومتی با مسعود بهنود تحلیلگر مسائل ایران مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. آقای بهنود، به نظر شما آیا حاضر نشدن آقای احمدی نژاد در تعدادی از جلسات حکومتی رو باید به حساب اتفاق گذاشت یا این غیبت ممکنه مجدداً نشوندنده نوعی واکنش سیاسی باشه؟ به نظر من حتما واکنش سیاسی هست، اما بعداً مثل همیشه با جوک و لطیفه همراه خواهد شد و تکذیب خواهد شد. یعنی ایشون در حالی که برای وارد آوردن فشار، برای تهدید دست به این اعمال میزنه و یک نوعی قهر هستش، ابراز قهر هست و شکستن فاصله ها هست، در این حال جا برای این باقی میذاره که بعداً در یک مصاحبه جایی بخنده بگه سرما خورده بودم. مثلا توی این یکی دو ماهه اخیر بجز در موارد استثنایی تقریبا همه تصمیمات رئیس دولت که توسط نماینده‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفتن رد شدن. شما فکر میکنی این شیوه زمینگیر کردن دولت توسط مجلس تا کجا ممکنه ادامه پیدا کنه؟ نه، من تصور نمیکنم که مجلس قصد زمینگیر کردن دولت رو داشته باشه، بلکه قصد داره که دولت رو ببره به همون جایی که آیت الله خامنه‌ای تصور میکنه که جای بایسته دولت و رئیسش هست، یعنی دست برداشتن از آقای رحیم مشایی و تیمش و تن دادن به بازی که به هر حال بازی 30 ساله حکومت هست، پذیرفتن اجزای اون و تخلف نکردن از قواعد قانونی و فراقانونی اون. به همین دلیل هم هنوز بر اساس نقشه راهی که آیت الله خامنه‌ای تعیین کرده، مجلس در راه زمینگیر کردن یا عدم کفایت رئیس جمهور نیست، بلکه امیدوار هست که او رو به داخل خط بگیره. بنابراین جایی نمیره که این راه رو ببنده. به همین دلیل الان در شرایط حاضر مثلا حادثه‌ای مثل وزیر پر اهمیت راه و مسکن بدون هیچ مخالفی در مجلس تصویب میشه. بنابراین اینطور نیست که مجلس همه جا با او مخالفت بکنه، در حالی که خب نیامده بود به جلسه مجلس. مجلس سعی میکنه که حتی از توهین به رئیس جمهور خودداری کنه و راه بازگشت او رو به ریل نبنده. در نهایت شما فکر میکنید در چه صورت ممکنه که رابطه موجود مجلس و دولت تغییرات مهمی پیدا کنه؟ یعنی مثلا مجلس مثل گذشته در اختلافات خودش با رئیس دولت کوتاه بیاد، یا از طرف دیگه نماینده ها پای اقداماتی در حد بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور برن؟ نه، به نظرم راه‌های متعددی وجود داره برای اینکه این دعوا خاتمه پیدا کنه بین مجلس و بخش‌های مختلف حاکمیت با رئیس جمهور. اگر همین فردا صبح آقای احمدی‌نژاد به جلسه مجلس بره و متابعت خودش رو نه در حرف که تا حالا اعلام کرده، بلکه در عمل هم اعلام بکنه، یعنی بگوید که آقای رحیم مشایی رو برکنار کرده، یا بگوید که آقای رحیم مشایی استفاده از خودش، و بعد هم در حقیقت یک جوری وانمود بکنه که از راه رفته پشیمان هست، دوباره این فرمان برمیگرده وضعیت سابقش. من به نظرم میرسه که این راه که راهی است که برای ایشون پیش پایش گذاشته شده احتمال وقوعش بیشتره، به خاطر اینکه اگر آقای احمدی نژاد میخواد که در انتخابات آینده مجلس اثر بگذاره و مثل همه رئیس جمهورهای قبلی فهمیده است که بدون داشتن اکثریت مجلس کارش نمیگذاره، اون وقت باید قبل از اون خودش رو از این فازی که الان توش هست خارج بکنه، و به نظر من این راه در مقابلش هست و او هم این راه رو انتخاب میکنه، بین بد و بدتر بد و انتخاب میکنه. متشکرم آقای بهنود.